من با خانم فانیا صحبت می‌کنم. بفرمایید. طبقه همکار. من خواهش. سه تفنگ دادم. آلو خواهش سا خواهش سا آماده یه دو سه ببینم ببینم مرجون چقدر خوب افتادی اون وقتی بگوین دماغ باید عمل کنم عمل بذار دماغم عمل کنم اون وقتی بفهمی دماغ خوشگل یعنی چی خانومم با شما مگه توی مدرسه موبایل ممنوع نیست؟ شما مأمورید خانومم اسم شما چی؟ مرمر خانومم ببخشید خانم خلوصی شروع کار شما طبق این حکم از فرداست نکنه نگران بودید که دبیرستان ما منحل بشه خب ترسیدم توی این فاصله یکی جای من بیارید معلوم از دبیرستان قبلیتون دل پردردی داریم خانم خلوصی همچین خانم پانیان چرا مدرسه اینقدر ساکته؟ زنگ آخره بچه هم رفتن نمایشگاه فقط یکی دوتا از کلاس ها که یه خورده از درس عقب بودن اونا معلم دارن خانم فانیان یه مطلبی رو میخواستم بگم خدمتون معمولا رسمه که مدیر خودش معاونش رو انتخاب میکنه خب حالا این بار منطقه منو فرستاده گفتم اگر احیانا یه وقت فکر کردین که شاید من تحمیلی باشم مدرسه نه ارث پدر منه ببخشید نه ارث پدر شما که ما بخوایم یا نخوایم ما داریم وظیفه‌مون رو انجام میدیم فردا منتظرتونم پس من با اجازهتون میرم دیگه خیلی سلام خانم از سلام خسته نباشید شما خسته نباشید خانم چه خبر؟ از دادگاه خانواده شعبه 546 تماس گرفتن گفتن برای پس فردا 10 صبح حتما اونجا باشید 546؟ بله الو سلام خانم خانوما احوال شما ما الان ارتفاع منو میخواییم دیگه فرمولش میشه اش مساویه بی صفر دو که میشه بی صفر همون بیسته که میشه چهار سر بیسته که میشه بیست درسته ادام بده ارتفاع میشه حالا زمانه میخواییم تی مساویه میشه از اون گروناشه نه مال خودت چقدر تو ماهی مرجم میگم خدا کنه از من نپرسه مگه هیچی نخوندم خدا کنه که ازت بپرسه با دعای گربه سیاه بارون نمیباره جدی نگه این اگه شیطونی نکنه روز شب نمیشه زمانمون همیشه دو ثانیه این قسمت اول مسئله قسمت دوم همجو کافیه دنباله مسئله رو از کس دیگه کمک میگیریم چشم اجازه بدیدم از کدومی که از بچه ها کمک بگیریم خانم بامدادی میشه بیاد حل کنه خیلی دوست داشت حل کنه غزالی جون شما تشریف بیارید عزیزم سلام علیکم بفهمید خواهش میکنم سلام ببخشید من یه دقیقه وقت کلاستون رو اگه اجازه بدین بگیرم خواهش میکنم خانم خانم خلوصی هستم معاون جدید مدرسه هم خواهش میکنم بله همونجور که خانم پاک نژاد گفتن قراره که امسال در خدمت شما باشم بچه های حرف گوش کنی که هستین ها خیلی خب شماها که داشتین تو حیاط مدرسه عکس مینداختین فردا به اتفاق یکی از والدینتون بیام پیش من تو دفتر با اجازهتون خواهش میکنم Thank you.
به خاطر موبایل نیست که گیر داده. روز اولی که اومده میخواد زهر چشم بگیره. خاک به اثرم شد. به مامانم چی بگم؟ نه ترس بابا، هنوز به چیزی نشده. اگه بابای منم رئیس انجمن بود همین فکر رو میکردم. شیرین براش گرم کن. نمیخوام. زنگ بزن پیتزا بیارن. بابا کجاست؟ بابات که زهر خونه بوده که حالا باشه. برای کمک به مدرسه بعد چک بده. وقتی اومد بهش بگو. ای وای، من چقدر خرم. مامان گلم به هم چکم میده. خندیدی یعنی میدی. خبر کردی. حالا بس ببینم چی میشه. مرسی. خب دستاتو یکم بیار بالا. یک. خیلی خوب، اینم 64. خب اسم چیه؟ زهرا. زهرا خانوم، به به. شما اسم چیه؟ محلا. محلا خانوم، مثل خواهرت شیطونی؟ به به، چه پاچه‌های خوبی هم گرفتی. انشالله که مبارکتون باشه. ممنون. خب من انشالله تا هفته دیگه دوتاشو آماده میکنم. دست شما درد نکنه. پس با اجازتون. مامانی سلام. سلام خانم. خدا حافظ شما. خدا حافظ. به سلامه. خدا. این ناظم جدیدمون هنوز نیومده. خب چی کار کرده؟ قلبت، گردنت، دستت، همش به خاطر این کار دیگه. مادر جان قلبم نیست، دستمه. خانم سرمدی بود، گفتم رفته مرخصی زایمان. خیلی یکی جاش اومده. سلام. سلام. خسته شدم ها، 3 سال دارم تست میزنم. یارو فکر کرده من پروفسور حسابی ام. مسئله های المپیاد رو درک کنم. انقدر که مخم قفل کرده تو این 3 سال تست زدن، مخم قفل نکرده بود. آخه بیچاره بچه کنکوری. البته با این درجه‌ای که تو داری میزنی دقیقاً 3 سال دیگه همین بعد میگن نیما کنکوری. میبینی که با المپیاد و اینا همش درگیرم. تو خودتو نباید دست نخور با بطریقه. یالمو به هم زدی کردم. باشه دیگه. دومه. شما بفرما دیگه زیاد داشت صحبت می‌کنی. خیلی خوش گذشت. بس بابا، دوباره این رسید. دو 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 دو. آخرین خبر، آخرین خبر. ناظم جدید وارد مدرسه شد با هیبت خشن، اما معمر اونو نشناخت و سوتی داد. بی بی سی. اول هر خبر سلامه. بعدش هم بذار برسی اون وقت داد خبر کن. خب اون که معلومه البته. سلام. سلام. وقت بعد از سلام مامان کو؟ به جای اخبار بیرون حواست به اخبار خونه باشه. تو نمیدونی عاطفه جون شیفته؟ آها نیست میگی. بابا چه هنوز نیومده؟ مگه بابا جرأت میکنه نهارو بدون دخترای گرش بخوره؟ سلام بابا. سلام بر باد صبا که نسیمش به بابا آرامش میده. جای جاکت اینجاست. پس با این حساب منم طوفان بابام که سلب آرامش میکنه. مجانم تو نسیم سحری که خداوند در یک روز قشنگ بارانی تو رو به من و مادرت هدیه داد. بابا اصلا داشت هم میرفت اصل ماجرا رو بهتون بگم. بابا اجازتون این ناظم جدیدی که اومده تو همون اولین برخوردش از باد صبای باباری چنان زهر چشم میگرفت که قبض روح شدم. برای چی؟ نمیدونم. خانم به جای این همه بلبل زبونی بیا کمک من کن غذا رو بکش. آه داخ این ساب مرده چیه؟ ها چقدر بهت بگم که نمیخوام دیگه تو این خونه کار کنی؟ چی شد حالا مگه؟ داخ این چیه؟ آی داخ این چیه؟ ها این چیه؟ بابا جون خوبی؟ بابا یه خورده آب بخور. بابا یه خورده آب بخور. بکش کنه بابا اون بطری توف مالی تو.
چی شد مسعود گرفتی؟ سلام بابا. داخل تا کی شمسی خانم بیاد قمر خانم بره؟ این چیه؟ سر قیچی؟ این چیه؟ تقیچی؟ این چیه؟ نخ چادره امغزی؟ پس نگرفتی نه؟ بابا بس کن دیگه، جمع کن این رامصبو. دیگه آب از سرم گذشته. چی شد مامان؟ نگران نباشم. باشو برای شدی گناب ببر. چرا گفتای مردی که کلا برداره پولیو که با خون جیگر تهیه کردیم همینطوری ندادستش؟ مگه فقط تو خون جیگر خورده بودی؟ نه نه، فقط تو خون جیگر خورده بودی. راست میگی، فقط تو بودی. بگیو تمام کردی مسود. بسه تمام کردی آقای محترم. بسه دیگه، بس کن. بسه دیگه. مامان داری گریه میکنی؟ بیا تقصیر خودته دیگه، شب تا صبح بشین کار کن، هی کار کن. چشمات که عینکی شده، گردنت که درد میکنه، دستت که تیر میکشه. میدونم توی خونه نباید کار کرد، ولی میگی من برای کی کار میکنم؟ 2000 دارم بیشتر کار میکنم کمک خرج خونه باشه، بتونیم یک قرون پسنداز کنیم. آره خب شما کار کن، شما پسنداز کن که بابا خان ببری یه شبه بریزه تو گلوی کلا بردارا. گفتم این پولم میذاریم روی پول ما، میریم مغازه رو میخریم، بابات میره سر مغازه میشه آقای خودش، مغازه رو میچرخونه. فدای سرت مامان، گریه نکن، دوباره قلبت درد میگیره ها. یه اجنبی خیانتکار اگه بخواد شما رو فریب بده شما راحت متوجه میشی، اما اگر یه نفر تو لباس دوست یا آشنا بخواد تقیی چی؟ این چی؟ نخه چادره امر. بابا یه خدا بخور، بابا یه خدا بخور. کشتمه بابا اون باتری توف مانی تو خونه چی جان تهیه کردیم همینطوری ندادسته دیگه. بس کن، بس دیگه. 2000 دارم بیشتر کار میکنم کمک خرج خونه باشه، بتونیم یک قرون بزن. پس تو ماجرای بابت خیانتکار کی بود؟ خانم پاکته بابا. اصلا حواست به کلاس نیست. خانم بله. چه کار داریم؟ شما مدیری، نازمی، بازرسی، چه کاری؟ بله مگه من حرف بدی زدم؟ بله حرفتون کاملا بی ربطه. یه مادر تو مدرسه میتونه چه کار داشته باشه؟ چه خبر خانم؟ چرا انقدر داد بیداد میکنی؟ بچه های کلاس دارم. چه وضعیه؟ آخه این درسته، یه دختر جوون وایسه سر خیابون به هوای سرویس کلی علاف بشه. خب مگه این بنده خدا راننده سرویسی که شما داری سرش داده هوار میکنی؟ بعدش هم اگه موضوعی که شما میگی درست باشه، من خودم راننده سرویس رو فردا اخراج میکنم. حرف دیگه ای باقی مونده؟ نه حرف دیگه ای نمونده. امیدوارم به چیزایی که گفتید عمل کنید. ان شاء الله. به سلامت. من فکر میکردم من خیلی عصبی ام. بابای تو هم عجب اخلاقایی داره ها. مامانم داشت سکته میکرد. آخه بیچاره. بفرمایین، اینم شیرینی قلبه بر خانم خلوصی. خلوصی بود یا خروسی؟ خلوصی. آخه توشم شد شیرینی. ببخشید دیگه، ولی این میوه شیرین بوده قبلا. خیلی میوه آمدی تنها تنها از آنم که شما ندی. برون برون. خب خانم خدا به شکر به خیر گذشت. فقط شما یه خورده با احتیاط بیشتر از کوچه بیاین بیرون. آقا کجا به خیر گذشت؟ ماشین شما ترکیده. چه
بیزیش نشده خانم. آقا میست که شما متوجه نمیشین، الان گرمی متوجه نیستی، نیست ماشینا هم رنگ، یعنی شما برین تو پارکینگ خونه تو نور روز ببینی متوجه میشین. خانم چرا تو به هم رنگی ماشین داره؟ سپر ماشین شما گرفته به لاستیک ماشین من، هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. بفرمایید. آقا میست که شما متوجه نمیشی، یا دارم میگم ماشین ترکیده ای، حداقل 3 روز بعد بخواد صاف کنه نقاشی بشه. خانم اصلا مشکلی نیست، ما از اون خانواده ها نیستیم که تصادف کنیم فرار کنیم، شما بیافتی دنبال من لایی بکشی شماره پلاک برداری من بیام شماره شما بهت بدم و نخوام خسارت بدم اصلا. کجا کجا یه همینجا وایسا تا پلیس نیاد تکلیف این ماشین رو مشخص نکنه که از این حق نداره صحنه ایجور پشت بزنه اونورتر. خدایا عجب گیری افتادم خانم، من چیکار کنم؟ دست از سر من وردین برم به کارم برسم، قرار کاری دارم خانم. اینجا اصلا که پلیس خورش هم خوب نیست، هیچ پلیسی رد نمیشه. قرارتون خیلی واجبه، یه لحظه اجازه بدین. به خدا میدونستم قرار دارین اقعا معطلتون نمی کردم. بفرمایی. اینا چیه خانم؟ بفرمایی. نوبت دندون پزشکیتونو برای چی به من میدین؟ من خواستم که خیالتون راحت باشه که گفتم ما از اون خانواده نیستیم. خانم دست شما درد نکنه، این کارتا باشه خدمتون. همه رو تحویل دادین؟ بله، این کارت من اگه میخواین پیش شما باشه، خیلی علاقه دارین به من خسارت بدین، این کارت پیش شما تماس بگیرین، دفترم در خدمتتون هستم، من خسارت از شما دریافت میکنم. هر تقدیر که پولاش رو آبولی کردن. حالا تو خود چه واسش آب میخوری که این پولش واسش زنده بشه؟ ببین اسمال جون، چون دوست توه و خاطر تو هم جون داداش برام خیلی عزیزه، 30% از کل پول میگیره. 30%؟ آره باشه. رفیقت نیست که تو باغ نیست. مرد حسابی چی فکر کردی؟ عزیز دارم تو فکر کردی همه پولا هلو پی بریم چی ما؟ نه بابا، کلی دنگ و فنگ داره. من باید آبدارچی، منشی، رئیس دفتر همه اینا رو ببینم. ها؟ چقدر طول میکشه؟ حالا اول باید ورق جعل بشه بگیریم، در ضمن ببینیم مایکلو چی داره، اونا رو توقف کنیم، بعد اینجوری سریعتر به پولت میرسیم. حالا من باید فکر کنم. دیگه فکر کردن نداره، شما قبول میکنی آفرین میفته دنبال کارت پولتو زنده میکنه به همین راحتی. اگه اینجوری که میگی باشه قبول، شروع کن. حله ببین عزیز دلم، من چکمری قبول نمیکنم، اون نقد بفهم، چون از همین الان که کار من شروع بشه تمام پلای ساختمون بالا پایین برم. بابا من که پول نقد ندارم بهت بدم که، شما باید اصل پولو زنده کنی، پول خودتو از روم برداری. آواره باش، چی میگی رفیقت؟ تو که میدونی که من وقت ندارم، هر وقت آقا روشن شد من خبر کن. آفرین. برو بابا. بابا حالا از یه جایی یه جوری یه پول جور میشه دیگه. داخل چه جوری؟ سلام سلام، ببخشید دیر کردم. سلام. سلام دخترم، خسته نباشی. ببینم سیو سالمی که آسیبی ندید خدای نکرده؟ نه خدا رو شکر، فقط یه کوچولو سپر ماشین خسارت دید. خب الحمدلله. سبا جون بشو برای خواهرت یه چایی بیار، خسته است. بشو. چشم. من برم دستامو بشورم بیام پیشتون. میبینی عاطفه، یه پدر یا مادر تا آخرین لحظه ی زندگیش همیشه نگران و چشم به راهه. این نگرانی یه جور تمرین محبته، تو این شرایط دلبستگی ها زیادتر میشه. بار بهت گفتم خواهر من، ماشین تو بردار بیار تو حیات، یه خود باهاش تمرین کن، لااقل دست فهمونت خوب بشه. ولی کوگوشش انوا. باز شما جمعیت دیدی جوگیر شدی. خب میگفتی بابات یه سر میومد اونجا دیگه. سحر مگه بچه است؟ مطمئن باش به خوبی از عهده کاراش برمیاد. منو بگو بابا که بعد از پس خسارت این خانم بر بیام. باشه سحر جان، اشکال نداره. پس انداز این دفعه هم مال تو. خوبه؟ شما قطره قطره جمع کن، وانگه یه پول قلمبه بشه، بتون جزیه بخره بری. آخه من از دست تو چی کار کنم؟ حالا هرس نخور، فوقش میرم سر کار. لازم نکرده، همون چند سالی که رفتی سر کار برای 7 پشت اون بسته، حسابی از درس و مشق عقب افتادی. من میگم سر تو کتابت باشه، درس تو بخون، اون وقت تو چرت و پرت تحویل من میدی. سایل خانم، تازه کسی محتاج کار کردن شما نیست. که چی حالا؟ سلام. سلام خانم. بفرمایید. کارونه وکلای اندیشه؟ امرتون. تشریف دارن؟ با کی کار دارین؟ آه خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنون. به سلامت. سلام خانم. سلام. بفرمایید. خانم یه لطفی کنین پرونده آقای حسینی رو بهشون زنگ بزنین بگین دادگاهشون موکول شد به شنبه. ببخشید من اینجا خیلی وسیله پذیرایی ندارم. دست شما درد نکنه. میشه جان. خب قبل از اینکه من نمکگیرتون بشم لطفاً بفرمایید مبلغ خسارت چقدر شده؟ شما هنوز اصرار دارین که خسارتو بدین؟ بالاخره هر اشتباهی باید تاوانش پرداخته بشه دیگه. تاوان من اصلا اهل خسارت گرفتن نیستم. بچه ماشین من اصلا چیزیش نشد. جالبه نه به حرفای امروزتون نه به حرفای اون روز تصادف که میگفتین الا و للا من اینجا وای میسم تا افسر بیاد. من از قیمت ماشینم افتاده فقط خودتون مشتری اول آخرش میفت الان. همه حرفا رو من زدم؟ تا اونجا که من یادمه بله شما گفتین. هم تاکید میکنن که من از اونجور خانواده ها نیستم. ببینین خانم خدا رو شکر که شما همه مسائل با جزئیاتم یادتونه. بفرمایید چایتون رو میل کنین سرد میشه. شما شغلتون چیه؟ یعنی الان چی کار میکنین؟ من جامعه شناسی میخونم. جامعه شناسی. من جای شما باشم همین الان میرم انصراف میدم، میرم وکالت میخونم. چون صحنه رو آنچنان بلدین به نفع خودتون برگردونین که فکر کنم دادستان هم همون موقع قانع بشه. اگه میخوای به کوکو ندم بیا خودت درست کن. وای نه من حوصله جواب پس دادن به سحر رو ندارم. میزو بچین تا آماده بشه. بشخوابا رو بچین. چشم این کار رو انجام میدم. مامان راستی فهمیدی چی شد؟ یه مش کلاهبردار تمام مال و اموال بابای نسرین رو بالا کشیدن. برای همین میگم مواظب مال و منالت باش. اون یه چیزی نگی یا مگه من پولی هم دارم که کسی بخواد ازم چیزی بدزده؟ پس مواظب عقلت باش ندزدنش. مامان یه زنگ به بابا بزن باشه. هیچ کسو ندارم بابا. خیلی خوب میزنم بذار ناهارمونو بخوریم. سلام خسته نباشی. بح سبا خانوم میبینم که عاطفه جون حسابی از خجالت در اومده. نه بابا چی رو از خجالتش در اومدم؟ خودش از عهده کار خودش برمیاد. یه سس برامون درست میکنی؟ 100%. الو المیرا چرا گریه میکنی؟ قربونت برم گریه نکن بفهمم چی میگی. طلاق برای چی؟ شما که با هم مشکلی نداشتی. باشه قربونت برم فردای قرار میذاریم با هم دیگه حرف میزنیم. اینطوری گریه نکن. توکلت به خدا باشه همه چی درست میشه ایشالله. خداحافظ. کی هست که میخواد طلاق بگیره؟ المیرا. اون کی هست؟ یکی از دوستای دوران دانشگاهمه. بنده خدا یکی 2 سال ازدواج کرده. گویا پسر از این بددلا و شکاکاست. چقدر ناراحت بود. پس تو دیگه نمیخواد بری؟ کجا؟ خونه شوهر. تو ما دیگه حوصله آه و ناله و گریه زاری تو رو نداری. باد صبا طوفان به پا نکن. نگران نباش عاطفه جون. دارم براش. این امروز شما رو دیده بال در آورده. فردا که شما نیستین خودم بالشو قیچی میکنم. ببخشید من حرفمو پس میگیرم. مامان به بابا یه زنگ بزنی یا نسیم گناه داره. هیچ کسو ندارم. خیلی خوب باشه. تلفنم میکنم. حالا معلوم نیست میتونه کاری بکنه. وقتی مشورت نمیکنی نتیجهش این میشه. آخه با کی مشورت کنم؟ با کی مشورت کنی؟ مرد حسابی چند سال داری اینجا کار میکنی؟ تا حالا شده بعد تو رو بخوام؟ بابا من که حرفی ندارم. من مخلص شما هم هستم. گفتم مزاحمتون نشم. الو سلام پسرم. واسه همون قضیه دیروز مزاحم شدم. خودش الان نشست. مشخصات طرفو داره. با یه شماره تلفن. مردی که فکر میکنه با یه بچه 16 17 ساله طرفه. وقتی با آدم مشورت نکنی نتیجهش میشه همین. شما هم که اینقدر دهنتون لقه هر کجا که میشینید قد 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 دیگه واسه من آبرو تو محل کارم به جان بچه‌ها اگه من گفته باشم. الحمدلله که این آقای پویا پسر نداره وگرنه بابا یقه منم میگرفت ماجو خیال راحت بشه. نسین اعتراف کن. آخه دخترم باید اینقدر دهن لق باشه؟ به عقل خودش یعنی میخواسته کمکی بکنه دیگه.
غلط کرده. عالم آدم باید بدونم توی این خونه چه خبره. عمو پرویز همه عالم آدم نیست، همیشه هم به ما کمک کرده. درسته که من دارم واسه اونا کار میکنم، اما این دلیل نمیشه که توی این خونه هر اتفاقی میفته شما ببره میذارین کف دست مردم. بعد یه آدم با جربوزه افتاده دنبال کارا. یعنی میخوای بگی من آدم بیورزه ای ام؟ یعنی من بیورزه ام؟ میخوای بگم بیورزم؟ آره من بیورزم. بگو. منظور مامان که این نبود. تو دیگه حرف نزن. آدم زنده که وکیل وسیله نمیخواد. آخ 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 بمیرم برات، بمیرم برات. بی موکل موندی؟ آره؟ ولی تو میتونی وکیل تسخیری یه موجب میلیونر بشی. دوست داری؟ شوهر خوبی هم میشه براتا؟ نه. یعنی چی؟ مسخره بازی ها چه علمی را؟ خسته شدم سحر. نمیتونی جای من باشی. دیگه کلافه شم، اصلا میخوام خلاص شم از این زندگی، بره پی کارش. گیرم هم که خلاص شدی، آخرشی فوقش برات یه سوم و هفت میگیرم، بعدشم دیگه هیچ کس یادت نمیاد همون این دختر دیوونه بود. از همه بدتر این که اون دنیا پات گیره که چرا تو کار خدا دخالت کردی. حالا هم اگه اصرار داری مشکلی نیست، میریم داروخانه خودم برات قرص میخرم. بیا بشین. آخه این کفش پیاده رویه تو همه چی مسخره میگیری بابا. اذیت میکنه مرتی که خونمو کرده تو شیشه. خونه تو کرده تو شیشه یعنی چی؟ یعنی کتکت میزنه؟ تو همون مایه ها، با حرفاش، با کاراش. این که کاری نداره، درست میشه ایشالله. المیرا خانم، خدا گر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. راستش من یه وکیل خوب میشناسم، خیلی کار بلده. کی میخوای یه قراری بذاری بری فردا پیشش؟ یه اصلا فکرم به هیچ جا نمیرسه. تو نمیخواد برسه، اون وکیل اون خودش فکرش به هزار و یک چیز میرسه. مطمئنه خبر تازه‌ای که نداری؟ در آپارتمان پلم شده، تمام طلبکارم پشت در وایسادن. چه کاری؟ تو هم لقمه رو دور سرت میچرخونی ها. یه پولی بده به این آقا فرعی، اونم پول تو زنده میکنه میذاره کف دسته. بابا من که از خدامه، اما به جون تو آه تو بساط ندارم. نه یعنی اگه که قرض بگی داخل چی بگیرم؟ یکیش خود تو داری؟ وقتی نمیتونه از پویا پول قرض بگیری واسه چی واسش کار میکنی؟ والا خودم هم نمیدونم. ولش کن برو یه جای دیگه. فعلا. سلام. کجا بودی؟ دیر کردی؟ هیچی، رفته بودم ببینم این کلاهبرداره رو تونستم بگیرنش یا نه. اولا به این زودی امیدوار نباش. ثانیه من کی گفتم دنبال کارتم، اگه خبری بشه خودم بهت اطلاع میدم. من یه ساعت میرم برمیگردم. خداحافظ. تو چه میدونی زن؟ یارو کلی دفتر دستک داره، چند نفر آدم براش کار میکنن، در ماه کلی میخواد به همون سود برسونه. سودش هم دیدی. چقدر بهت گفتم خرجت رفت؟ نه هیچ. دقت کردی هر وقتم به حرف من گوش نمی کنی پاشو خوردی؟ چی شد؟ بخورید. خیلی خوشمزه است. خوب داره رفت دارم. نوشه جان هرچی نمک ریختی تو این غذا که چی؟ میخوای منو بکشی؟ وای این که اصلا شور نیست بابا. تو دیگه حرف نزن. شوره دیگه، اما نه اینقدر که شما شورش میکنی. تو دیگه ساکت شو مسخره. چی گفت مگه بچه؟ چرا داد میزنی؟ بی خود کرد. مسعود موت. باز این قضا رو زهر مارمون کرد. من دیگه خسته شدم، همش دعوا، همش اعصاب خوردی. همینجوری هم دست گذاشته رو دست، فقط به ما گیر میده. نه خیر اینطوری هم نیست، بیچاره هر روز داره میره. خب چیکار کنه مگه دست خودشه؟ یارو پریر
بابای ما رو باش. نیما ساکت باش، خجالت بکش. بابا اون اگه عصبانیه به خاطر اینکه پولشو خوردن، به خاطر اینکه نگران شما هست. نگران ماست که این کارا رو میکنه مامان جون؟ این بلاها رو سر ما میاره. خیلی خوب بابا، خیلی خوب. شما میگم ادب داشته باشین، حرمت نگه دارین. خب اونم که همیشه که اینطوری نیست. اهل اون خلقش تنگه. بابا اون همیشه خلقش تنگه مامان من. خیلی خوب، خیلی خوب. من ازتون خواهش میکنم یکم خوددار باشین. میشه؟ سعید مادر بیا صبونت بخور. باش مام، فردا تا مسئله دیگه مونده الان میام. بفرمایید. دست شما درد نکنه. مفروض رو بابا دیروز تا الان چه می کردی؟ بابا این مسئله سخته. من دیروز تا الان داشتم فکر میکردم الان فهمیدم. جای شکرش باقی یکی دونی خونه بالاخره فهمید. دو نفر هستن اصلا نمیدونم فهم چند بخشه. مادر جون چای شیرینی تو نخوردی؟ خیلی ممنون مامان جون، به اندازه کافی کاممون شیرین شد. رحیم خان تو هم به جای این تیکه پرونیات برو خدا رو صد هزار مرتبه شکر کن که بچه‌هات کج و کله نیستن. از همه مهمتر اهل هیچ فرقه ای هم نیستن. ما داریم میریم، کار نداری؟ محسن مادر از همین روزای اول مدرسه حواست به درس و کتابت باشه. چشم مادرم، چشم. حالا این نباید کتاب برداره. مردم پیکنیک میرن، یه کبریت میذارن جیبشون میرن. کتابی، دفتری، دستکی، کوفتی، زهرمار هیچی نباید با خودش ببره. پدر من، عزیز دلم، من چند بار باید بگم. چهار روز بذارم مدرسه بگذره، باهاشون آشنا بشم، معلمو بشناسم، چش رو چشم. آها، این دو سه روز اول سکون نداره. من یادم نبود، ببخشید. دستو بذار جیبت، برو بابا جون، برو. مامان چی شد؟ پاشو برین دیگه، دیر میشه. الان میام دخترم. کجا؟ مدرسه قبلیش. پیش دانشگاهی جمع شده. بعد ببرمش یه جای دیگه ثبت نامش کنم. به جای این کلاس این مرور میخوای بذاری؟ کلاس خیاطی یه چیزه یاد بگیره. یه هفته از وقتش برگردنش گذشته. دانشگاه رو میخوای چیکار صدای منو در میاری؟ رحیم، این بلایی که سر من آوردی سر بچه‌ها در نیاد. با هزار بدبختی دانشگاه قبول شدم. اینم عاقبتم. میبینی که؟ یعنی الان پشیمونی؟ از بعضی از کارات بله. ببین منو. تو بیش از این پشیمون نشی، من گورمو گم کنم برم دنبال کارم. خدا حافظ. من برمی دارم. الو، سلام، خوبی؟ نه بابا، با این میدون جنگی که اینا درست کردن دیگه حوصله واسه درس خوندن نمیمونه که. چرا؟ امروز میرم دنبال کارهای ثبت نامه. تا تو هستی تا قیام قیامت انگیزه واسه درس خوندن دارم. باشه، مواظب خودت باش. خودم با مدیر قبلیتون صحبت کردم، میگفت دختر باهوشی هستی. دیگه چی میگفتن خانم؟ بگذاری، مهم اینه که مقررات اینجا رو رعایت کنید. چشم. برید پیش ناظم مدرسه خانم خلوصی. با اجازتون. آره این که خیلی عالیه، چون این خانواده از دهنه بچه‌هاشون زدن تا این پولو جمع کرده. گوش کن، اصلا نگران مهتاب نباش، اونجاش تو همین مدرسه است. خیارت راحت، خانم فانیان هواشو داره. حالا ببینم تو برای مسعود چیکار می‌کنی.
باشه. بهم زنگ بزن، منتظرم. قربان تو. خب شما بیرون تشریف داشته باشین تو حیاط، بعد با هم صحبت میکنید. خیلی ممنون. با اجازه. خانم مهتاب سهراب، شما اجازه بفرمایید اول پیش دانشگاهی تموم بشه، بعد چشم در خدمتتون هستم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. خداحافظ شما. ببخشید آقای پویا، میفرمودین. مزاحم شدم، از حضورتون یه خواهش کنم. ما که همیشه مدیون زحمتهای شما بوده و هستیم. خوشحال میشم اگه کاری از دست من بر بیاد و انجام وظیفه کنم. راستش دانش آموزی به اسم مهتاب سهرابی به این مدرسه منتقل شده. خواستم ازتون خواهش کنم اونو بفرستین کلاس دخترم. البته اگه تو معذورات قرار نمیگیری. خواهش میکنم. اتفاقا کلاس سبا جون اینا امکان پذیرش دانش آموز رو هم داره. مهتاب تو دفتر هواشو داشته باش. به خانم فانیان گفتم بفرستش تو کلاس خودتون. چقدر خوبه، با دستتون درد نکنه. باشه هواشو دارم، خیالتون راحت باشه. خداحافظ. سلام. مسخره قصیه یعنی چی اومدی؟ چقدر جدی، ببخشید. من سهمام دختر آقای پویا. خب بعدش هیچی دیگه، به تعارف از همین اول بذاریم کنار. بعدش اگه اهل بخور بخوری بزن بریم. بیا خوبه؟ خیلی عجیبه. چی؟ محبتت واسه کسی گل کرده که هیچی ازش نمیدونی. خیال میکنی؟ پس خیالاتی شدم. معدل پارسال چند شده؟ حدودن 18 و نیم. تو مگه؟ پس انقدر درس خوندی که مخت تاپ برداشته. واسه خاطر دو تا ساندویچ تازه کجا شدیدی؟ قراره من تو مثل دو تا خواهر واقعی بشیم. بعدش یعنی چی؟ بعدش یعنی چی تو مخت میگذره؟ داری چی کار میکنی؟ با دوستات قرار گذاشتین که من تازه وارد و سر کار بذارید و حال کنید و بهم بخندید دیگه. مهتاب تو چرا اینطوری فکر میکنی؟ چی؟ میگم تو چرا اینطوری؟ نه نه نه، چی صدام کردی؟ مهتاب. مهتاب پس این همه تعبیل بازی و تعارف و بیاب و خور و بشین همه واسه خاطر مهتاب خانوم بود؟ ایشون تو دفتره، عوضی گرفتی آبچی. البته واسه محبتت ممنون، هرچند سهم من نبود.